با اینکه در سال جاری میلادی تعداد پناهجویانی که از طریق دریا خود را به اروپا رساندند نسبت به سال گذشته کاهش یافته، اما آمار ارقام نشان می‌دهد تعداد کسانی که در این راه جان خود را از دست دادند و در دریا غرق شدند با افزایش چشمگیری روبرو بوده است. اما برای چه پناهجویان خطر مرگ را به جان می‌خرند؟ من سودان جنوبی را به خاطر بحران آنجا ترک کردم. جنگ جان خیلی ها را در سودان جنوبی گرفت. تنها در روز دوشنبه کشتی های ایتالیا نزدیک به 1000 مهاجر سرگردان را از دریا نجات دادند و به جزیره سیسیل منتقل کردند. یکی از نجات یافتگان می گوید وقتی به ایتالیا برسم در اردوگاه منتظر اوراق هویتم خواهم ماند و بعد تصمیم می گیرم چه کنم. خدا کسانی که این کارهای خوب را می کنند جزای خیر دهد. مبارزه با قاچاق انسان از کشورهای مبدأ به ویژه لیبی مهمترین سیاست کشورهای اروپایی برای کاهش ورود مهاجران است. یکی از افسران ارشد سامانه مدیریت اطلاعات امنیتی میگوید چطور آنها به لیبی میرسند؟ چه کسی سفر را سازماندهی میکند؟ چقدر پرداخت میشود؟ ما تلاش میکنیم کسانی که کشتی را کنترل میکنند و وظایف خاصی در آن دارند شناسایی کنیم. سپس این اطلاعات را به پلیس ایتالیا منتقل میکنیم تا آنها بتوانند تحقیقات دقیق تری داشته باشند. بر اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت، هویت بسیاری از پناهجویانی که جان خود را از دست میدهند شناسایی نمیشود و حتی خانواده آنها از سرنوشتشان بی اطلاعند.